اسمشم میدونی؟ ها؟ چیه؟ اسمش چیه ها؟ دهشه میگیرم میگم این طوق لعنته. حالا که جرعتی گفتنشی داشتی منم ده تومن بهت میدم. آقازاده رو نگاه کن. نه واقعا بچه شیطونی داری. این چه ریختی واسه خودت درست کردی بابا جون؟ آبرومو که بردی. اوه چه قشنگه بابا جون. اینو مامانت بهم هدیه داده. ببین چه مامان خوشگلی دارم، قدرشو بدون اینا. ببینم وقتی اومدی تو به همه سلام دادی؟ حالا میدم. باری کلا پسرم برو. معرفی میکنم، بنده کاوه پاکنهاد از زیارت جناب عالی خیلی خوشبختم. چه آقا کوچولوی با ادبی، آخه این کلا بر سر شما گشاده. کلا که کوچیک نمیشه، مجبورم صبر کنم سرم بزرگ بشه. چاره چیه؟ زندگیه دیگه. نادی خیلی پسر بیا عزیزم. مرسی. آخه منم بزرگ بشم مثل بابام خلبان میشم. وطن ما احتیاج به خلبانای از جان گذشته داره جونم. مامان من اینجا. دیگه قرار نبود اذیت کنی. اذیت چیه قربون؟ ما داریم مذاکره میکنیم. چه دایی جون سرهنگو بدیم من میبرم. اگه خوب پیش بری موفقیت بزرگی نصیبت میشه. ماموریت مهمیه، مخصوصا تو رو پیشنهاد کردم. دایی جون چیک براتون آوردم. امیدوارم از پیشنهاد من ناراحت نشده باشی. من تا اونجایی که بتونم سعی میکنم وظیفه‌مو به خوبی انجام بدم. بله باید سعی کنی که ماموریت تو به نحو احسن انجام بدی. البته من به لیاقت و پشتکار تو کاملا ایمان دارم. متشکرم. روی همین اصلا بود که تو رو پیشنهاد کردم. امیدوارم موفق باشی. تشکر. با دختر ستاره از دریای خون طلوع میکنه. گل کن بخت تو آسمون میفرسته، با آتش و خون میفرسته. طالعت روشن نیه، تاریکه. راهت هموار نیه، باریکه. بگو بگو نوم نوم خدا، که خدا شر رو از جون دور کنه. الله اکبر. مرد بالینه از آسمون میاد، با کوره آتش و دریای خون میاد. زنده است اما به مرده ها میره، بیدار است اما به خواب رفته ها میره. خاله توبا همین چیزا رو گفتی که داغت کردن و از قبیله بیرونت کردن. خاله مرخی 206 حرف میزنه. 206 حرف میزنه. من در خطرم، من در خطرم. الو 206 شنیدم، کجا هستی؟ بگوشم. 206 در خطرم، موتورم بازنه.
206 شنیدم، موقعیت خودتو گزارش بده بگوشم. درخوا باز نمیشه، فرمورود اجباری میکنم، موقعیت نامعلوم. الو 206، 206 موقعیت خودتو تکرار کن. 206، 206 موقعیت خودت رو تکرار کن به گوشم. خاله بیا مرمونه سرم بلایی خاله جون، بودو کمک کن بودو. منی خاله توبا گفت که گفت بخت من از آسمون میاد. اون وقت تو از آسمون اومدی، منم اسم تو گذاشتم خدا داد. خدا داد؟ من از کجا اومدم؟ بهت که گفتم خدا داد، از آسمون اومدی. همون وقت که خاله توبا داشت میگفت بخت من از آسمون میاد، از آسمون اومدی. اسم من گلکوه. اسمت قشنگه، خودت هم قشنگی. میخوام یه خود راه برم. او نه، ببین خدا داد، حق با توی خسته شدی، اما هنوز جون راه رفتن نداری. نباید خودتو خسته. بازم یه خورده بخواب تا من برم برات نون گرم و آب خونه.
مردم کشتی تو مرا به یک ساره چشم تو مگر حیال نداره چشم تو مگر حیال نداره خجوان هره تیغه رو تیز کنیم و بیفتیم به ریش غرق روزگار یه فایده داره اینجا باشه این کسی که پاسم ایمون درست باشه ها؟ چه بود؟ ای خدا جونم چیه؟ وای به دادا برای چی کمکم کنیم به دادا برای چی چیه؟ این درمون چیه دل خدا جونم حسابی من ترسوندی دختر جو من بودم از ترس آخه تو از بس بامزهی مادم دلش میخواد سر به سرت بذاره خب اگه دلت میخواد سر به سرم بذاری بذار اما اقلا اول بهم بگو چه یهو جا نخورم راستی خوب شد دیدم میخواستم یه چیزی بهت بگم گلکو تو قبیله همه اوقاتشون عدس تو تلخه میگن اگه تو بارو داغ کردیم و بیرونش کردیم واسه این نیست که خواهرزادش هر دم و هر ساعت کارشو ول بکنه بره سراغ اون خلاصه مخلص کلوم این بود این حرفا رو ستار میگه؟ غلط کردی دلش از این پره که محل سگم بهش نمیذارم خب چرا محل سگ بهش نمیذاری؟ محل سگ بذار دیگه محل سگ گذاشتنم خرجی داره وقتی اون دلش میخواد تو بهش محل سگ بذاری خب بذار دیگه آخه اون دلش میخواد که من دوستش داشته باشه خب مایی تو دوستش نداری؟ نه آقا بالا الان چند روزه که میخواستم تو رو یه جایی تنهایی گیر بیارم و بهت بگم میدونی من تو پیشونیم یه چیز دیگه نوشته چی؟ مرد بالین من خداداده نه ستار چه؟ تو پیشونیم نوشته که مرد بالین من از آسمون میاد کدروگو کو تو پیشونی تو یک کلمه هم ننوشته نه بیبونه تو پیشونی نوشته یعنی تاله همینه خب فهمیدم پس تو حالا منتظری که خدا از آسمون یه دونه شوهر واسه بندازه پایین آره خیلی ساده نه جون تو ببینم بال داری بال داری نه بعد چجوری از آسمون اومده زمین اینجا رو کو تو اون بالونی بود که افتاده بود زمین اونی که میخواستم بهت بگم همین بود دیگه پس حالا چی کار میکنی؟ نمیدون روزا میری پیش اون یعنی اگه ستار بفهمه برات خیلی بد میشه میدونم واسه همینم هست که میخواستم تو بهم کمک کنی خودت هم میدونی که من همیشه دلم میخواد به تو کمک بکنم نباید بذاری کسی بفهم ها میدونی خب حالا کجا راستش میدونی چیه یه جایی قایمش کردم که هیچ کس نمیدونه تو باش خرابه بهش بگو من آدرم صورت چه مفتی بتراشم از این به بعد تو مرتب بهش سر میزنی ستار رد منو داری میترسم نیو بفهم اون کار خراب چش نوکرشم اصلا میدونی چیه؟ فردا شب که جشن عروسی خواهر ستاره میتونی ورش داره بیاریش قبیله ببرش تو چادر خودت میتونی بگی یه زخمی فراریه که پیداش کردم نوکرشم هستم نوکر پدرشم من دیگه رفتم مواظب باش ای بس چه قد بالاتو برم ای کل دعناتو برم موسیقی
میخوری ایت که بهت بدن؟ لازم نکرده. ناز نکن خوشمزه. برو بابا دلت خوش تو هم. که علف که آدم به تو تعرف کنه. خفه بیچاره لابد بازم دلت از دست گلکجو نتوره. برو حوصله ندارم. حوصله ندارم همون زنایی واسه شما خوبن که کابارتون نمی کنن. همچی که یکی بهتون بگه دوستت دارم فوری واسهش میذاری تاخچه بالا. آه که منظورتونه صد تا مثل تو به یه موی گندیدش هم نمیارزی. حالا که خوردی برو دیگه. همه الانه که تو واسه موی گندیدش نرخ تعیین میکنی خدا میدونه کجا سرش گرمه. به همینشم ازت دلخوشم که منو کنیز خودت بدونی، که منو بزنی، که منو بکشی، که با من تندی کنی اگه دلت خواست منو بکش. اما اینطوری منو از خودت نرون ستار. آخه دوست دارم، دوست دارم. کم فعل کن. نمیتونم اگه از تو دور بشم. کم شم یا خدا ببخشدش، دختر خوبیه. میدونی تو این قبیله از همه دخترها سره. تو این قبیله یه اونه، یه ستاره خواهر اون ستار حرومزاده که باید برد بازار و مالفروش ها فروختش. پولش هم گردون دور سر ستاره و داد بگیده. اون وقتش چیکار میکنی؟ اوخی جون دلم طاقت بیا. الان درست میکنم این اخ اینم توف درست شد. بله وقتی گلکوه به من گفتش که وقتی گلکوه به من گفتش که تو اینجایی، من بیچاره نسبت عام شدم به خدا. تو؟ دی آره دی پس کی؟ اگه این قول بیابونی بو میبرد که تو اینجایی، الان حساب هر دومون رسیده بود. حساب هر دومون؟ دی آره جون دلم، معلومه دیگه همون جور که امسال بهار حساب خاله توبا رو رسید. خاله توبا؟ خاله توبا کی؟ خاله توبا خاله گلکو بود. هیچ کس به خوبی اون پیشگویی نمیکرد. انگار همه صداهای زمین و آسمون رو میشنود. اما ستار حرومزاده داد داغش کرد. چرا؟ آخه اون نمیذاش گلکو زن ستار بشه. بله نمیذاش، زن دونایی بود، زن چیز فهمی بود، زن عاقلی بود، میفهمید چی کار میکنه. میگفت مرد بالین گلکو یکی دیگه است. بله اون وقت ستارم داد داغش کردن و از قبیله بیرونش کرد. بعدشم به زور با گلکوه نومزد شد. اما فایدهش گلکو که ستار دوست نداره. مرد بالین اون یکی دیگه است. میگم شایدم تو مرد بالینش باشی، چون گلکوه تو رو خیلی دوست داره. ناگلاد چطوره؟
کنی. هزار نفر تو را صدا می کردن. آخه این شبا تو قبیله عروسیه، صدا می کردن که برقصم، اما من دیدم دلم می خواد همیشه پیش تو برم، دلم می خواد فقط واسه تو برقصم. تو چقدر خوبی، چقدر مهربانی. نه، تو نباید این کارو میکردی، این کار بدبختی میاره. من کنیز تو هستم، هیچ وقت نباید یه مردی دست کنیزشو ببوسه. چقدر به پات انتظار کشیدم. خاله تو با همیشه میگفت تو میای، میگفت مرد بالین تو یه روزی از آسمون میاد، میگفت با آتیش و خون میاد. من قبل از اینکه تو رو ببینم عاشق تو بودم. چرا این کارو کردی؟ این کار بدبختی میاره. منظورت از این کارا چیه؟ که ببینم فضول کیه. تو خیلی زبونت دراز شده. بلم کن. چه دیدی من بهش محل نمیذارم؟ بهتر بود محلش میذاشتی. یادت رفته که من و تو با هم نامزد شدیم؟ لابد این خاله لکاتی قرشمارت دوباره سر کلش این برا پیدا شده. بهش بگو اگه سایه شو این برا ببینم زنده زنده آتیشش میزنم. زیادی جوش نزن، خونت خوش میشه. دم تو آقا میاد الان بزرگ میکنم. تو این دنیای بین بزرگی غیر از تو هیچ کسو ندارم.
غیر از تو هیچ کسو نمیشناسم. وقتی تو الان نیستی مثل اینه که میونه یه بیابون برقو تک و تنها موندم، فریاد میکشم اما صدام به هیچ جا نمیرسه. گلگو جان منو تنها نذار، من تو رو دوست دارم، منو تنها نذار. کشتی تو مرا به یک اشاره، چشم تو مگر حیا نداره. مهمونت چطوره آقا بالا؟ خوبه. گفتی کتکش زدن ها؟ بله بله. لابدونم مثل تو این دست با نمدیه بالا، بابت دستش خیلی ناراحته، طفل معصوم خواب به چشمش نمیره. دستش چی شده، شکسته؟ بالا من فکر میکنم دستش مو برداشته. بله بریم ببینم چشه. بالاخره هرچی باشه مهمونه این قبیل است و عیاد ازش لازم. نه 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 جوری زدرخان نداره خدا، اگه بریم بیدار میشه آخه. خواب فهمیدم. یه بار میگی خواب به چشش نمیره، یه بار میگی خوابیده بیدار میشه. نه ببینم حقه نکنه چیزی تو چادرت قایم کردی که نمیخوای ما ببینی. نه جون زنده خواه. نه ای خودی نه نه با خدا نه جون زنده. اون سیبیلا رو گفت زدم قایمش کن. خیلی خواه الحمدلله خیلی خواه داشت. ببینم تو ببینی ببینم برادر تو که بیداری. بله بیداری. نکنه شیره پیه ای تو کار شماست. نه از این شغال دنباریده هرچی بگی برمیاد. من شغالم. بابا این مهمونت هم انگار تا حالا آدمیزاد ندیده. اسمش چیه؟ اسمش چیز خداداده. خداداد. خب چطوری خداداد؟ دست چطوره؟ پسر ببینم. چیزیش نیست. در رفته. بیا نگرش دار بینم. چیزی نیست. ناراحتیش فقط یه دقیقه. نه بابا طاقتت زیاده. گرم نگرش دار تا چند روز دیگه خوب میشه. امشب با خودت بیاره شربسی. شب باش بیا، فهمیدی یا نه؟ آخه این شب عروسی خواهر منه.
شنیدم. مهمون نمیخواد؟ گفتم مهمون نمیخواد؟ چرا نمیخواد؟ بفرمایی قدمتون رو تخمه چشم بفرمایی. ایشالله که بهت بد نمیگذره. این آقا بالا خوله لیاقت تو رو نداره. پاشو بریم تو چادره. طرف خواشت به منه؟ پاشو دیگه. دریو چرا حرف نمیزنی؟ مهمون که انقدر بد اخلاق نمیشه. شما همتون انقدر محبت داریم که آدم نمیدونه جواب کدوم یکیتون رو درونتم که شکر پاره؟ حالا چطوره دست تو؟ چشمم روشن گندش در اومد معلوم میشه این طرف ها اونقدرام سوت کور نی سر نامزد تو کجا بیخه تاخ کوبیدن که اومدی خودتو به غریبه میچسبونی؟ نه خانم خواهش کنم یه خوری یواش تو دیگه خفه خون بگیر چش خفه خون بگیرم نوکر ایدم از خواهش برسرم گرگو خانم بد که نیست حالا دیگه دوتا ای خدا چرا ماتت برده؟ با چی جواب نمیدی؟ خانم خواهش می‌کنم یه خوری یواش‌تر صحبت کنیم بعد مردم میفهمم این تویی که خودت به ستار میچسبونی اگه نه خودت هم میدونی که من از اون اولش هم اونو دوست نداشتم دوستش نداشته ها آره تو بمیری این یکی رو دیگه نمیذارم از دستم بگیری خیلی به خودت میندازی نه آقا خانم خواهش می‌کنم یه خوری یواش‌تر مثلی معروف که میگن تو خونه داوود هیچ خبری نی اون وقت خونه عروس بزن بکوبه بزن بکوبه درم کم شو نمیفهمم اصلا حرف سر چیه سر تو این دختره بی حیا نامزد داره هرچی بهت گفته دروغ بی حیا تو این حرف دهنت هم بفهم من حرف دهنمو بفهمم الان بهت میفهم تو نباید جوابشو میدادی. دل کجو قربونه برم اگه بریزن این تو از خودت بد میشه. آبرو و حیثیتت میره. شما برو باقیش با من قربونت برم. برو خدا. بزن. من دورم به شما نمیرسه. یالا. نه. میگم بزن. نه دروغ. آره خودی بزن. میترسم بزن. شما قایم تر بزن. نه دروغ. برم. نه. قرقرت هم بیاید بخواد. دختش کنید. برم. 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 غریبه هکنه به خاطر همین فضولیاتی که زدن از قبیله ابی خان انداختنت بیرون نمیدونم اما تو داری با اون زور میگی هکنه زورت فقط به امثال اون میرسه انگار خیلی به خودت مینازی غریبه حف که یه دستش اوضاش خیلی خرابه با همین یه دست منم یه دستمو ندید میگیرم Thank you.
مگه یادت رفته که اون مهمون ماست؟ رسم قبیله اجازه نمیده که تو با مهمون بجنگی. یالا همدیگر رو ببوسونه کینه هاتون رو توف کنه. رسم قبیله اینو میدی. توف کن کینه هاتو توف کن. چی میخوای بگی؟ این چی میخوام بگم که دیگه دختر خودشو بس بیخریش تو کار تموم شد و رفت. چی داری میگی؟ درش نیار. منو دست انداختی هی درش نیار بیار. آخه چه خاکی بذارم بریزم. زبونی به دالی کنم خودشو بس بیخریش تو تموم شد و رفت. به همین سادگی؟ درش نیار خون را میفته. بذار ببینم چه کار میتونم واسهت بکنم بدبخت بیچاره. بذار برم ببینم چه واقعی بذارم میدم. چشم حسود بترکه. بله گندش در اومد. خدا شنیدی؟ گفتم چشم حسود بترک. پس تو این حلقه رو گوشش کردی سلیت جادو؟ همونی که گفتم. دهان تو جر میدم. دهن منو جر میده سلیت؟ الان به تو آدم میگم گم شو تمام ما تنهایی که بالا چرا مثل سگ به جون هم افتادین؟ این چه وضعیه؟ خجالت نمی کشی؟ من خجالت بکشم ها؟ تو باید خجالت بکشی که اسم مرد به خودت گذاشتی. خفه میشی یا نه؟ انگار اگه خفه بشم برات بهتر باشه. بی خود سعی نکن آشوب بپا کنی. بیا بریم تو چادر. یه دختر خوب نیست اینجور دو به هم زنی کنه. که اینجور؟ اگه عاشق تاق و جفت بگیره چطوره؟ خدایا رحم کن. من یه نون نزد میکنم که بخرم خودم بخورم به شرطی که دهن این زیفه قرم بشه. بیا نیا تو رو جونه کسی که دوست داری شر بپا نکن. خب بس چرا خفه خون گرفتی هنات جادو؟ بگو بینم چی میخواستی بکنی. ستار این دختره بی شر میکرده مگه نمیشناسیش؟ چرا بی خود شر بپا بشه؟ با تو هم غرش مار. میگم چرا خفه خون گرفتی؟ خفه خون اونی بگیده که اسم تو روش. اما صبح و شب تو بغل غریبه ها. یالا بگو دروغ میگم. بگو دیروز تو نبودی که تو چادر آقا بالا اون غریبه رو میبوسیدی؟ خب
من؟ به این حرفا گوش نده ستار. اینا همه من گرست باشی تو قبیله من؟ کن تو نباید به جایی تصمیم بگیری. بذار ریشت فیدای قبیله جمع بشن و با هم شور کنن بابا جمع. این حرفا راسته یا دروغه؟ اگه دروغه به این غریبه بگو که راشو بکشه و از قبیله ما بره. برو ما رو با سرنوشت بذار. تو واسه ما تلخی. تو رو از اینجا بیرون نمی کنم. رسم قبیله این اجازه رو نمیده. اما من دست به دامن تو میشم. با عشق و زاری ازت میخوام که راه تو بگیری و دنبال تقدیرت بری. بذاری ما با بدیا و بد دلیامون تنها بمونیم. دلیامون تنها بمونیم. بهش بگین. بهش بگین که وجودش تو قبیله ما باعث شده که قلبای خود شما بیدار بشن و خون بخوام. بهش بگین که چجور رگای شما فریاد میزنن و از لذت خون تازه خمیازه میکشن. بهش بگین. بهش بگین که خنجراتون برای خون بیتاقتن. صدای تو گرگارو تو قلبای گرسنه مردای قبیله بیدار کرده. من زوزه این گرگارو از پشت چشمای تنگی یکی اینا میشنوم. قریبه اگه دوست داشتن واسه اینه که خنجرها رو به قلبا نزدیک کنه عشق و لعنت کن. عشق و از دلت بیرون کن. بذار گورستون گرسنه بمونه. بذار خنجرها تشنه بمونه. راهتو بگیر و ما رو با رسم بیرحم قبیلمون تنها بذار غریب. ما رو با دلای سردمون تنها بذار. تنهامون بذار. تنهامون بذار. تنهامون بذار. اگه چشمه‌ای که مردا و زنا و رمه‌های قبیله ما رو سیراب میکنه به این زلالی و پاکیه، علتش اینه که این چشمه از دل سنگ سختی میجوشه و سختی این سنگ نمیذاره آب چشمه آلودگی پیدا کنه. ما در حکم آبش هست و دلهای عدالت جوی شما که پیران و سران قبیله هستید در حکم اون صخره سختیه که دیروز و امروز و فردای قبیله رو از ناپاکی و آلودگی مانع میشه. من به حق جویی شما بر گزیدگان قبیله ایمان دارم و اگه میبینید جلوی نادرستی و خیانتی که خون منو در رگهام به جوش آورده به جای اون که به قدرت بازوهام اتکا داشته باشم به شما شکایت آوردم، علت اون قسم به روح مادرم تنها ایمانیه که به عدالت خواهی شما دارم. باید همینطور باشی ستار. تو بزرگی و مظهر قبیله ما هستی. ما سالهای دراز با تیغه خنجرامون خیانت و نامردی رو از حریم قبیله دور نگه داشته بودیم. امروز به من بگید سزای دستی که روح پاک قبیله رو به خیانت و ناپاکی آلوده کرده باشه چیه؟ بگید چیه؟ سزای این ناپاکی به جز مرگ چیز دیگه ای هست؟ منم حرفی دارم که باید بشنم. مادر من مادرای مادرمون پشت در پشت زنای سفیدبخت آسوده خاطری بودن که قبیله جشنای عروسی اونا رو به عنوان شیرین ترین خاطرات زندگی به خاطر سپرده و تو سینش حفظ کرده. من دختر مرداس بزرگم که سراسر عمرش وقف شادی و شادکامی اهل قبیله شد. در آخر کار جونشم بر سر این کار گذاشت و آرزوی عروسی کردن منو که میدونید چقدر مورد علاقش بودم به گور سر برد. مرداس همیشه برای قبیله ما زنده است. ما اونو فراموش نمیکنیم. خاطره این روزا به نام من تو تاریخ قبیله میمونه، چون که من نو عروسی هستم که تازه به خونه بختم پا گذاشتم. من اینجا به نام دختر مرداس که مظهر شادی و شادکامی بود از شما طلب میکنم که هجلگاه منو به خونه قلب عاشقی رنگین نکنید. اما تو برادر اگه زخم قلبتون قد عمیقه که نمیتونی به خاطر من از کینه های خودت دست بکشی، امکانات دیگه‌ای برای او در نظر بگیر. اما جون اونو به من ببخش.
میذاره و لگدش میکنه دیگه حق نداره از بدبختی بناله. نه نه ستاره، من این کارو نکردم. من عشقمو زیر خیال میکردم. اگه هیچ کس اینو نفهمه تو یکی میفهمی. من این کارو کردم که جون خدا داد و نجات بدم. اگه من به اون نمیگفتم که از اینجا بره، حالا خنجر برادر تو از خونه اون رنگی شده بود. تو باید اینو میفهمیدی. شاید هم حق داشتی، اما عشق این چیزا سرش نمیشه. مثل گلی که اگه بچیننش پژمرده میشه. اما من نچیدمش. خدایا خدایا، تو باید اینو بفهمی. کدوم خوشبختی از دوست داشتن بزرگتره؟ وقتی عشق به طرفت اومد دیگه نباید از مرگ بترسی. اگه ترسیدی و عشقتو زیر پا گذاشتی، کفران نعمت کردی. عشق قهرش میاد و ازت رو برمیگردونه. اون وقت دیگه نباید از بدبختی بنالی، چون که خودت اینو خواستی. رحم کن ستاره، من از داغ و شکنج و مرگ نترسیدم. من خواستم زندگی اونو نجات بدم. خواستم اونو نجات بدم، میدونستم به قیمت جون خودم تموم میشه. پس منتظر چی هستی؟ بلنشو برو دنبالش. برو عشقتو دریاب و از مرگ نجاتش بده. این کفتر یه بار بیشتر لبه بوم آزده و دور نشده بگیرش. نامردا از مردن میترسن و عشق با نامردا کاری نداره. اگه مرد عشق پاشو، کمرتو محکم کن و تا دور نشده خودتو بهش برس. آخ تو چقدر خوبی ستاره. تو ستار فرشته و شیطونی هستی که از شکم یه مادر زایده شدی. را بیاد گل کجو. حالا وقت این حرفا نیست، عجله باشه میرم. شعورت میرسه که دوباره با من در نیفتی. چند روز پیش که یه دفعه مزهشو بهت چشوندم. گوش کن غریبه،
خوش ندارم از سرس یه نش درست کنم، اما این کارو خوب بلدم. میتونی از این گیس فریده بپرسی؟ اگرم گول اتفاق اون روز توی قبیله رو خوردی؟ پس بذار از اشتباه درت بیارم. رسم ما نیست که پشت مهمون قبیله رو بخواهی. خفشو روسیای نمک برم. این رسم مردای قبیله است. بگو ببینم ستار، راسته که مادرت یه دختر یه پسر بیشتر به دنیا نیاورده؟ چی میخواستی بگی؟ میخواستم بگم اون مردی رو که مادرت به دنیا آورده اسمش ستاره است. تو نیستی. خاله جونم، اینجا کجاست؟ خدا داد، خدا داد. تو چطور نمیدونی اینجا کجاست؟ خدا داد، نکنه بلایی سرت اومده باشه. خدا داد، چقدر سرم درد میکنه. ببینم تو منو نجات دادی ها؟ هواپیما خیلی آسیب دیده؟ چطور دنبال من نیومدن؟ لابد هنوز محل سقوطو پیدا نکردن. چرا حرف نمیزنی؟ مگه زبان نداری؟ نمیدونم، نمیدونم چی باید بگم. چی رو نمیدونی؟ من از کی تا حالا اینجا؟ اینجا؟ از دیروز تا حالا؟ آخه تو چطوری یادت رفته خدا داد؟ داغت زدن، از قبیله بیرونت کردن، پس خواب نبوده. از کی تا من اینجا؟ از یه ماه هم بیشتره. یه ماه؟ یه ماه من اینجا؟ پس چطور دنبال من نیومدن؟ چرا اومدن؟ چرا بهشون نگفتی اون من نیستم؟ چرا بهشون نگفتی؟ آخه چی کار میتونستم بکنم؟ به دستت دیده بود که هواپیمای من سقوط میکنه، تو منو میدزدی و به هیچ کسم خبر نمیدی. زنم، پسرم، بدبخت آدم، حالا اونا یقین دارن که من مردم. اینجوری با من حرف نزن. نه خودم، ببین، اونا دنبال ما میگردن. وقتی برسن اینجا و جنازه اینو ببینن هر دومونو تیکه تیکه میکنن. چرا نمیفهمی؟ باید هر چیز زودتر از اینجا فرار کنی. باید برگردم، برگردم که اون خاطره مقدس
شخص دروغی رو با حقیقت تلخ وجودم از میون ببرن. نه بای کشتن من تو رو کشتن. بیا بیا الان همشون جمع میشن. شکر خدا. خب الحمدلله الحمدلله. لا اله الا الله. بیا اینم روزنامه واسه شوهرت. بابا شوهرت که ملا بیاد بشینه سر مکتب خونه دریه. خب حساب ما چی آجو قند چایی و کبریت اون کتابم بده. برشیتون نالد چیزی غریبیه وا. لا اله الا الله. چی تو من تالا تو نخش نرفته بودم. بیا بیا جونم بیا. این کتاب کتاب چیه؟ تو جون بخواد جون. شوهرم گفت تو حساب بنویسی. آه ببینم من میخوای به این زودی بری. ایوا پس میخواستی چی کار کنم؟ آخه میخوام اینا رو همین جوری بدم. ایوا منظور چیه مشحسین آقا؟ منظورم اینه که چیزی نه الان میگم منظورم چیه. منظورم اینه که ازت قول بگیرم گاهی گداری بیای اون پشت تو پستو با اون دستای کوچولو قلی رو چاخ کنی بری دهی بکشه قربونت برم جی کن بکنی خوری. الان نیم ساعتی وقتت میدی با هم بریم تو پستو. نفهمیدم. حالا بهت میفهمونم تا دیگه اون چشمای ناپاکی تو بعد از این به کسی نگه. آی مردم به دادم برسی کاش من آسیم چه تیکش هست. آی به دادم بره. هیچی این اکلیه چشم و دلش میدوه. هیکل بشکت رو بکش کنم. با همه دعوا داری؟ برو به شوهرت بگو بگو همین امرو گورتون رو گم باغ من بریم بیرون بریم یه جهنم در ریگه. عجب سال و زمونه ای شده تا آدم چشم به هم میزنه لباسش اتنش در میارن. آخ چقدر من انسانیت کردم چقدر دل دزدی ها اینا رو ندید گرفتم. مگه مردم محبت سرشون میشه؟ ده ای میذاشتی میبردی به شهل آبا تحویل بازگاش میدادی فهمیدی؟ شما دو تا پلیسی هم نمیارزین. اسم خودتونم گوشتین توفنچی شبگرد. سه شب تموم مرد ترس دو تا صبح خواب تو چشم نایمده. همه بدتر زنی که روز روشن اومده دکور منو خالی کنه. محشت نگاه والا بیخو خیال خودتو ناراحت میکنی. چهار شب پیش اون بینوایی که خودشو زده بود به طویله مشتم زیر قهوه‌چی خواسته بود گاوشو ببره. وقتی دید که نخه دست آب داره دنبشو گذاشت کولشو فلنگو بعد بهت قول میدم اگه پدرش هم بسوزنن دیگه این برا پیداشش ده نده ده آوره ده 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 ده آوره ده ده نده نادی که نادی. ببینم اون دفعه کجا فهمیدین که طویل رمز اون قهوه چیر دوز زده ها؟ ده آره دی ده نادی زدن از صدای پاش فهمیدم. پس این دفعه ای بخواد بره دوزی یه کاری میکنه که پاهاش صدا نده. مهی نه خب لابود ناز نطقت نه سه شبه که هی اخواب میجم و گوش میدم وقتی ببینم صدای پا نمیاد یقین میکنم که دوز اومده. زرش زرش چقدر میخواد؟ زرش خوردنی نه بابا. ببینم پا چی میخوای؟ گلی به جمال دامش حسین آقا ما رو دست ننداز دامش حسین آقا. اگه نمیخوام مزد شبگردی ما رو بدی یه مطلب دیگر. اما الحمدلله تا حالا که دزدی مزدی چیزی نشده بعدش هم انشالله نمیشه. ببینم پس اون شب تو طویله رمزون قهوه چی چه خبر بوده ها؟ دست خالی اومده بود دست خالی هم رفت ده نشد ده شد ده نشد ده شد. پس این مال چیه ها؟ مشغول
اگه اون شب تیری بینداختین دنبال یارو و درق و دورخی میکردین، دوزا حساب کار خودشونو میکردن و دیگه هم ده ما رو واسه همیشه خیت میکشیدن. آها، بنابر این حق و حقوق این هفته شما شبگردای عزیز رفتو. آخه سود خالص بابت ندادن مزد شبگردا 2 تومن. جهانمی چه خوب، سود خالص 20 ریال. آخه از کردم. خوش اومدین. خدا داد. چرا بایستدی؟ بفرما. بشین. بفرما. تو شراب داری؟ نه. تو انسانیت بود کردی؟ نه. نزن. دیگه نمیزنمت. بس چی کار میکنی؟ میخوام بکشمت. وای، نه غلط کردم. خواب خون بگیر. یه معامله میگم که یه معامله جونمو میخرم. منو ببخش، غلط کردم. نگاه کن اونجا رو، نگاه کن. پول بهت میدم، پول. هرچی بخوای بهت میدم، هرچی بخوای میدم. تو اون گاف صندوق، تو همون بشی. هرچی میخوای بردار. احمق پس فطرت، تو خیال میکنی پولا را از رای راست به دست آوردی؟ نه، کی همچین حرف میزد؟ 10 ساله برات جون کندم، یه موهستون برات ساختم که 100,000 تومان میارزه، حالا باید موس منو اینجوری بدی؟ به بزرگی ببخش منو خدا داد جون. میدونم که اگه میکشتم ادرازی تر بودی، اما سلگی اوم دوستی تازت میگیرم، ریشه ی حیاتتو میبرم، نقره داغت میکنم تا دیگه از این غلطا نکنی، فهمیدی؟ اگه سر صدا را بندازی سر کارت با اینه. وای پولامو برد، دزدیدم. به دادم برسید مردم. منو کش با تفنگ خودم. بگیریده. چی؟ خدا داد منو. خدا داد دیگه کیه؟ خدا داد با آبونش با
ندیدم از تو یک مرحمتی ندیدم از تو فقط بوقت باره کاشتی قربونت برم 15 سال دارم این شعر واسه آخوداد میخونم اگه یه شب نشتفا تا صبح خوابش نهی برای آقای ایک میخوام از این کمالیه یه روزی مثل سگ پشیمون میشی دستمو ول کن خب فهمیدی چی گفتم یا نه؟ آره فهمیدم خوب گوشاتو واکن این دفعه آخرت باشه که سر نامو میگیری لابد میری با اون آفستر میگی که منو به چنگک زستبی بکشی آره کرخوندی نیشوی یک بیری کسی به شیر از کفتار شکایت نمی کنه خلاصه حواستو جمع کن واسه بینم امروز گور خودشونو کندن نمیفهمم چی شده؟ آدم کشتن فهمیدی؟ یه بدبخت بیگناهی رو کشتن حواستون جمع بشه اگه زبونتون نگه ندارین شکمتون رو سفره میکنم شما که منو خوب میشناسین کی این کارو کرده؟ نمیدونم اگه میدونستم که همونجا خیلی وحشتناکه خیلی من هر چی بودم لااقل به جون مردم تجاوز نمی کردم کشتین چرا؟ چهار ساله پیش اومدی؟ چهار ساله نارا دیدین به جون و ناموس کسی دست درازی کنم؟ نه
چرا لال شدین؟ حرف بزن، حرف بزن. گوش مرده زبونت وا میشه یا بدم از حلقت در بیارن، حرف بزن. اینجا شدی که کور خوندی، بنداز زمین. بندازش زمین، گفتم بنداز زمین. والا میکشم ات. اما اینه بدون کسی که رفیقش لو بده باید چشش از کاسه در بود. شد اگه خاله تو با جای من نمیسوخت؟ چطور میشد اگه همونجا میسوختم و این همه زجر و شکنجه رو تحمل نمیکردم؟ خدا داد قلب منو با این حرفات آتیش میزنی. اینا همش گناه منه. نه، تو گناهی نداری، مقصر واقعی منم. منم که اینا رو دنبال خودم میکشونم و اینا مثل حیوان به جون هم نوع خودشون میفتن. اگه یکی دیگه دستشونو میگرفت و رای نشونشو میداد، حالا هر کدومشون صاحب خونه و زندگی بندی بودن. تمام اینا و کسانی که مرتکب خطا میشن، تمام اونایی که مرتکب قتل و جنایت میشن، اگه تربیت صحیح میداشتن هیچ وقت کارشون به اینجاها نمیکشید. اگه ریش سفیدای قبیله تو با افکار خرافاتی خودشون تو رو مجبور نمیکردن که وجود منو از اونا پنهان کنی، هیچ وقت هیچ وقت کار به اینجاها نمیکشید. تو رو به خدا، خدا داد اینطوری با من حرف نزن. هر چه قسمت باشه همونه. بیا اینقدر خودتو ناراحت نکن. قسمت، مقدرات، سرنوشت، اینا کلماتیه که آدم برای فرار از خطاهای خودش به اونا متوسل میشه. چرا؟ چرا باید اینطوری بشه؟ چرا؟ 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 یالا بیا خلو. خدا به دواز بده، خدا اجر دنیا و آخرت بده جمون. نه براشو چشم. خدا به همراز بده. خدا خیرت بده بزرگم.
خدا به تو هم خیر بده، خدا بهت عزت بده پسر جون. پدر من نوکرت ببرم جای ببرم سوار الاغت بکنم، ایشالله بری به سلامت برسی به خدا. بابا شالله قربونو قدت برم بده پسر جون. چرا حاضر نیستی؟ مگه یادتون رفته امشب با بزرگمهر خانمش وعده ملاقات داریم؟ قربونه پسرم، الانی حاضر میشم. چطور ممکنه شب خواستگاری پسرم رو فراموش کنم؟ دیر باشی مامان، دیر میشه. حواستون جمع باشه، سر صدا نکنین. تا شبه باید از این دهنه رد بشیم. هیچ کس هم حق تیراندازی نداره. را بیافتین. وای از این دهنه. خدا من خاموشش کن، مگه از جون خود سیر شدی؟ خیلی آهسته، یواش یواش اصلا فاصله بگیر. بیا
کم کم هوا داره روشن میشه. بدون سر و صدا تا شب همینجا میمونی. کوچکترین حرکت کافیه که بدنتون مثل قربال سوراخ بشه. هیچ کس حق تیراندازی نداره. بیا گلکو، اینو بگیر و مواظب خودت باش. چی کار میکنی خدا داد؟ من چه میدونم؟ برو یه گوشه کفه مارکتو بذار. No!
پسرم چرا همچی میکنی دیوونه؟ ببین پسرم فرمانده ایناست. پسرم مگه نمیبینی فرمانده ایناست. وحشی دیوونه. تیراندازی نکنید. آتش بس. نازنین تیراندازی نکنید. پسرم کجا میری؟ پسرم که میتونم برش بکنم.